بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه 21 ماه فوریه سال 2020 هست و روزی هست که در ایران انتخابات انجام شده و گویا اول صحبت از این بود که انتخابات رو 2 ماه به تأخیر بندازن. یکی از دوستان دیروز تماس گرفت و به من گفت که به خاطر ترس از اینکه مردم به اندازه کافی شرکت نکنن و به خاطر اینکه ماجراهای تظاهرات آبان ماه و کشتار مردم توسط دولت و بعد ماجرای اون سقوط هواپیما توسط سپاه پاسداران و اینها، همه اینها به اصطلاح قوز بالا قوزی بوده در راه انتخابات ایران. و یادتون باشه این انتخابات مجلسه و توی انتخابات مجلس هم انقدر اون به اصطلاح تعیین صلاحیت و اینها که مردم ناراضی و میدونید از تهران به تنهایی مثل که 30 خورده نفر رو انتخاب میکنن. گویا در قسمت یعنی در انتخابات قبلی بیشتر همه اینها اصلاح طلب بودن و دولت یه مقداری راضی نبوده. حالا اومده اون حتی کسایی که نماینده بودن تعیین صلاحیتشون رو رد کرده و رد صلاحیت و اینها، که خود این حکایت میکنه که چقدر داستان اونجا خنده‌داره، شاید هم گریه‌دار باشه، چون ایرانی‌ها داریم که میگه خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از خنده گذشته است، از آن میخندم. خب اون از ایران و انتخابات ایران، بیایم اینجا که بیشتر به ما مربوط میشه و سالهای ساله. من اون روز فکر کردم که خب بنده 28 سالم بوده از ایران اومدم بیرون، الان 63 سالمه، نصف بیشتر عمرم رو اینجا زندگی کردم و آلمان، و حقیقتا ما رابطه‌ای با ایران به اون صورت نداریم. حتی اگه وقتی میخوام تلفن بزنیم به دوست و فامیل، 2 تا سلام احوالپرسی که میکنیم دیگه چیزی برای گفتن نداریم. ولی اینجا میبینیم که چون هر روز زندگی میکنیم، بچه‌هامون تو این جامعه مدرسه رفتن، بزرگ شدن و اینها، و با مشکلات این جامعه هر روز سر کله میزنیم، این بود که بیشتر درگیر اینجا هستیم. انتخابات اینجا هم به یه صورتی وحشتناک واقعا، که ما اون موقع چون بیشتر سر کار بودیم و کمتر درگیر این انتخابات اینها، متوجه نمی شدیم و فکر می کردیم چقدر انتخابات آزادی داره اینجا. بعد که هی کم کم آمدیم و مطالعه کردیم و دیدیم و نشستیم پای دیبیت ها، مناظره ها و اینها، دیدیم که اینجا هم خیلی افتضاح است. یکی از افتضاحاتش اینه که اینجا پول واقعا میخره رأی و اینها، و نمونه زندش همین آقای مایک بلومبرگ که شهردار 78 شهردار سابق نیویورک 78 سالشه و دیدیم که اصلا نمیره این شهر و اون شهرم با مردم صحبت کنه، ولی 450 میلیون دلار خرج تبلیغات کرده. و دیدیم که یه دفعه پریشب توی مناظره لاس وگاس یا ایالت نوادا این هم بود و حسابی اونها بهش حمله کردن، به صورتی که دیروز جایی که قرار بود حاضر بشه اصلا حاضر نشد، مثل کشتیگیری که ضربه شده باشه یا بوکسوری که ناک اوت شده باشه و خسته باشه اصلا حاضر نشد. من از شما دوستانی که روی فیسبوک هستید خواهش میکنم که این ویدیو رو برای دوستان دیگه‌تونم، دوستان خودتونم بفرستید، شیر کنید. آقای اکبری چند مدت پیش گفت آقا من دیگه اصلا توبه کردم از بس میترسم. آقا خب اگر بترسی که یعنی اونا شما رو مغلوب کردن، شما غلبه شدی و اونها غالب. نه ترس آقا، شما بنویس بذار اونا بیان جواب بدن. هر کی هم هر حرفی زد، یه دوستی داشتم چند مدت پیش میگفت که آقا فلان جا بودم دعوا کردم، گفتم برای چی، گفت اینجوری گفتن، گفتم نه آقا من اینو میشناسم، گفتم آقا دعوا نکن، بهشون بگو تو همون جمع 30 نفرن 40 نفرن 3 نفرن 4 نفرن بگو آقا شما که اینجوری میگی بیا توی برنامه سربی، اگرم میترسی تو برنامه سربی خودت یه برنامه بذار از تلویزیون مردم پخش کن.
اینجوری جوابشون بده، شب خودت رو هم خراب نکن، شب دیگران رو هم خراب نکنید. من به شما هم همین پیشنهاد رو میکنم به صورت یه برادر کوچکتر یا برادر بزرگتر، مهمونیاتون و اینا رو با این حرفای سیاسی و پوچ، واقعا پوچ، خراب نکنید. چرا میگم پوچ؟ ببینید، نه شما میتونید دوستتون رو به اصطلاح تغییر بدید افکارش رو توی یه مهمونی نیم ساعته که هم یا مستن یا شنگولن. ما که قربونش برم خودمون شنگول و منگول هستیم، وقتی دیگه میریم مهمونی میشیم دسته گل. نه اون میخواد که عوض بشه. پس اوقات خودتون و خانواده و اینا رو خراب نکنید. بگید نظر شما برای خودت مهمه، نگید من به نظر شما به احترام میذارم. این یه چیز اشتباهه. آقا شما به نظر من احترام نمیذارید، نظر من جمهوریه، نظر من به نظر شما احترام نمیذارم، من به نظر آیسیس احترام نمیذارم، من به نظر حزب الله احترام نمیذارم. نظر اونا اینه که میگه یا با منی یا باید ما سر تو رو ببریم تا بری بهشت فلان، اینا اینجوری نیست. پس ما به نظرات همدیگه احترام نمیذاریم، قرارم نیست احترام بذاریم، ولی بگو آقا نظر شما اینه، برای خودت نگهدار، منم نظر خودم برای خودم نگهدارم. برگردیم به انتخابات و آمریکا و ترامپ. مژده‌ای دارم برای اونایی که دنبال دموکراسی نبودن و میگفتن آقا ما ایرانی ها آدمای اینجوری هستیم اونجوری هستیم، لیاقت آزادی و دموکراسی نداریم، ما باید دیکتاتوری مثل رضا قلدر بالای سرمون باشه، ما باید دیکتاتوری مثل محمد رضا شاه بالای سرمون باشه، ما دیکتاتوری چنین چنان. حالا هم تو آمریکا و اگه یادتون باشه خیلی ها به این اون میگفتن شما که طرفدار سلطنتی چه تو آمریکا هستی، برو نمیدونم سوئد، برو فلان جا، برو اون چهار تا کشور که هنوز مثل چهار تا ورق چیز سلطنت دارن، و اینجا هم تموم شد دیگه، اینجا هم رئیس جمهور نیست. این آقا دیکتاتوری خودش رو ثابت کرد و حماقت مجلس سنا این بود که اینا فکر کردن چون این اشتباه کرده حالا از اشتباهش درس میگیره، ولی نفهمیدن که آدمای کوتاه فکر رو به اصطلاح تنگ نظر و اینها از اشتباهاتشون تجربه نمی کنن، بلکه اشتباهاتشون باعث میشه که دفعه دیگه اون رو بیشتر به کار ببرن. باورتون میشه این چیز آب بیرون خیلی سرد بوده امروز، وقتی من آوردمش دیدم اینجاش رفته تو. حالا اینجوری پرید بیرون صدا داد، ترسیدم. سلامتی شما. خب دوستان عزیز، شما یادتون باشه که در تلویزیون مردم که از سال 2003 به عنوان اولین تلویزیون ایرانی اینترنتی درست شد و راه افتاد، همیشه باورمون بر این بوده که شما هم میتونید برنامه داشته باشید و اگر مخالف نظرات من باشید خیلی بهتر و به قول معروف you are more than welcome. اینجا ایرانی ها میگه قدمتون برچشم، این دیگه چقدر مزخرف، قدمتون برچشم. کدوم مهمونی شما رفتین که فامیلتون بخوابه به باباتون، به مامانتون، به خواهرتون بگی پاتو بذار رو چشم من؟ این مزخرفات رو کم کنیم و حقیقت رو بیشتر قبول کنیم. قبل از برنامه من، برنامه کانون آوا طبق معمول هر هفته ساعت 12 ظهر انجام شد. این دوستان با مشکلاتی که دارن بالاخره تونستیم با سختی که برنامه ویدیویی نمیشد و اینها اجرا کردن، یکی با تلفن مجبور بیاد، یکی با آیپد مجبور بیاد، و بازم من به مقاومت اینها، به شهامت و شجاعت اینها واقعا آفرین میگم. همین که میان در مقابل افرادی مثل آقای سعید کاووسی، در مقابل انتقادهای دوستانه مثل دوستون آقای اکبری، در مقابل زخم زبونهای مختلف تحمل میکنن، ولی میگن ما باید این چیزایی رو که دیدیم و شاهد بودیم بگیم تا دیگران توی این چاه و چالهی که ما افتادیم نیفتن. من ازشون شخصا ممنونم. و اما برنامه امروز ما، اجازه بدید که اولین کاری که میکنید، اگر این برنامه رو از یوتیوب میبینید اون پایینش یه جایی نوشته سابسکرایب، اصلا بذارید من اینو براتون بذارم که دیدم کسای دیگه این کارو میکنن و ما الان بعد از چند سال 2000 تا سابسکرایبر داریم، ولی طرف آمده 4 ماه هی میره راجع به فلان هنرپیشه و راجع به فلان خواننده صحبت میکنه، ببینیم چندین هزار سابسکرایبر داره. بذار من ببینم این صداشو ببندم، والیوم زیرو، بعد ببینیم که شروع میشه. بله اینجوریه. ببینید این پلیر دو رو براتون روشن کنم و اینجا میگه شما برید روی اون سابسکرایب، یه بار دیگه بیارمش از اول اینجا. ببینید این حالا
بله میگه کجا رفتیم، کامل پلیر دو، اونم با ما همکاری نمیکنه. روی این کلیک کنید، بعد بغلش اون ناقوس یا زنگوله هر چی که میگید اون رو هم فشار بدید. اینجوری هر وقت ما پروگرامی داریم برای شما به طور اتوماتیک وار فرستاده میشه و دیگه شما لازم نیست هی دنبال ما بگردید. مخصوصا این روزایی که مثل هفته های قبل و هر سه روز در هفته برنامه نداریم و معمولا جمعه ها برنامه داریم. امروز ساعت 2:30 قرار بود با آقای فرزاد نیساری باشیم، ایشون نوشتن که در سفر هستن نمیتونن. برای من نوشتن دوشنبه روز خوبیه، متاسفانه من دوشنبه الان چند مدت برنامه ندارم و به جاش کار قبول میکنم. دلیلش هم اینه که حمایت دوستان از تلویزیون های ایرانی کم شده، هیچ چیزی هم نیست، خورده هم نمیشه براشون گرفت، اعتمادشون به تلویزیون های ایرانی کم شده و ماجرا اینه که جمعه ها هستیم. امروز ساعت 5 هم قرار گذاشتیم با آقای مانی خورسندی از کانادا باشیم. امروز صبح براشون نوشتم که آقا هستی یا نیستی، هنوز جوابی نگرفتم، ببینیم اگر جواب دادن با ایشون خواهیم بود. ولی حالا اونایی که نمیتونن و 50% ول کنیم، اونایی که 100% خدمتون بگیم ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم از همین آمریکا. ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم. دو قسمت برنامه، قسمت اول و قسمت دوم برنامه 258 رو لود کردن فرستادن و در این فکر هستیم که یه برنامه زنده ای هم با ایشون داشته باشیم تا احیانا اگه کسی خواست تماس بگیره و ایشون پاسخ بگن. ضمن این که ما تجربه بدی که داریم دو سه بار با ایران از طریق اسکایپ، از طریق فیسبوک تماس گرفتیم، اینترنت اونها گاهی قطع میشه و برنامه زنده رو مختل میکنه. همین دوستان که در آلبانی هستن ما مشکل داریم. برنامه قبلی رو اگه شما بتونید نگاه کنید ببینید که هر چی تماس میگرفتیم اینها ویدیو نداشتن، تا بالاخره کاشف به عمل آمد که چون هم کامپیوترشون روشنه، هم تلفنشون روشنه، اسکایپ وقتی زنگ میزنه میکروفون رو از این یکی میگیره، دوربین رو از اون یکی میگیره و این اشکالاتی هست که به دوستان هرچی هم ما میگیم خب هم یادشون میره، هم اون موقع دیگه به خاطر برنامه زنده فراموش میکنن که آقا خانم تمام چیزای اینترنت رو خاموش کن تا با پهنای باند بهتری. یادتون اون وقتا میگفت که مثلا روی موج کوتاه پهنای باند فلان، این شمارهایی که روی رادیوها بود SW short wave دیگه اصلا نیست الان، FM و AM و اون یکی دیگه چیه، یک اسم رادیو ساتلایتی هست و اینها، و نمیدونیم آدم بگه یاد اونها بخیر یا این چیزایی که داریم الان بهتره، چون همیشه اینجوری بوده. ببینیم که سعید آقا میگه چی. اوکی، you are on Facebook now. Now cannot see you live in مردم تیوی. نکنه یادم رفته. نه، اونجا هم زدم. برو یه چک کن. اون موقع چند دقیقه تأخیر داشتم، احیانا اونجا نبودم. ولی الان روی مردم تیوی .com هم باید باشیم برای که امتحان کنیم ببینیم حرف شما درسته یا نه. خودمون اینجا میایم مردم تیوی .com این صفحه رو فشار به اصطلاح می‌نویسیم و ببینیم چگونه است. اینجا میایم روی مردم تیوی .com که تشکر میکنیم از آقای سامی وانی. و شما وقتی میای اینجا باید روی این کلیک کنید. دلیلش هم بهتون میگم چیه. ببین درسته یا نه. خودمون اینجا میایم مردم تیوی .com. دلیل این که گذاشتیم آتو استارت نباشه و شما کلیک کنید اینه که بعضی از دوستان اون موقع شکایت میکردن که ما سر کار هستیم و اینا، وقتی اینو روشن میکنیم یه وقت میبینیم با صدای بلند فارسی هم حرف میزنیم اینا، برای دوستان همکارمون اشکال ایجاد میشه. ما اینو گذاشتیم، ما اینجا آتش به اختیار نداریم، ما اینجا آغاز به اختیار داریم. اتفاقا اگه آقای فرزاد نیساری امروز آمده بود، من در هفته قبلم از ایشون ایراد گرفتم که خب آقا رهبر خامنه ای، این آدمی که انقدر میگفت دموکراسی و فلان و اینها و بعد دیدیم چیزی به غیر از دروغ نبوده، اون میگه آتش به اختیار،
شما که در اروپا نشستی، در خارج نشستی، میگی انتقام به اختیار، خب مردم میترسن، میگن اینا دیگه کیان، پس همون آخونده بهتره با اونا میمونن. و قرار بود این موضوع رو بپرسم که ایشون هم گفت که در سفر هست و نمیتونه بیاد. حالا ببینیم که خودمون چه برنامه هایی براتون گذاشتیم و چه چیزایی گذاشتیم. بزرگترین جوک شده این که میدونید که شهری که این ویروس کرونا پیدا شد و راه افتاد و تبلیغ کردن، یه شهریه تو چین بهش میگن موهان. بعد طرف نوشته بود حالا از موهان ویروس به سوهان رسیده. میدونید که قم به خاطر سوهانش معروف هست و اینها. و این یه ماجرا. یه ویدیویی بهتون نشون میدم که اگه بتونم روی فیسبوک هم میذارم. این یه دکتری آمده روی صفحه‌ای نشون میده که آقا این ویروسه انقدرم که اینا میگن خطرناک نیست. موقعی که این 25 تا رو کشته بود، قرص آسپرین 2500 تا رو کشته بود، اون یکی 25000 تا رو کشته بود، اون نمیدونم 100000 تا رو کشته بود. و باید دید پشت این ماجرا چی هست که یه دونش فعلا پیدا شده که اینو به اصطلاح به عنوان اسلحه بیوکمیکال یا چیز اینجوری میگن، اینو ساختن و از دستشون در رفته. دوم این که چین که اینقدر جامعه بسته‌ای داره، دیکتاتورشیپی داره، یه دفعه چجوری آزادی خواه شد، این خبرها رو اینجوری شب و روز پخش کرد. سوم این که طرف توی کشتی نگه داشتن، طرف میگه که منی که تا امروز نگرفتم، خب وقتی اینجا این محیط بسته است و 2500 نفر توی کشتی هستیم، بالاخره میگیرم. سوم این که مردم تا سرفه میکنن توی همین شهرهای مثل شهر ما را میفتن میرن بیمارستان، بیمارستانم نه، میرن اون قسمت امرجنسیش، بهش میگن اورژانس تو ایران میگن که اونم انگلیسیه، یا امرجنسی ER. و اونجا طرف میگه نکنه من کرونا گرفتم، میگه نه آقا شما کرونا نگرفتی، ولی امروز که لطف کردی آمدی اینجا، با پای خودت ویروس آنفولانزا رو آوردی اینجا، که ویروس فلو یا آنفولانزا هم یه ویروسی که سالها کشته میده. حالا من براتون این فیلم رو اگر بتونم پیدا کنم و نشون بدم، ولی توی همین فرصت یه بار دیگه من این سابسکرایب رو بذارم. اون دوستان یه مقداری از ما پیشرفته تر هستن و اینو گذاشتن به صورت ترانسپرنت، یعنی شفاف، که این پایین میاد پشتش شما منو میبینید، ولی ما چون سنی از اون گذاشته و اینها، به این صورت برای شما میذاریم. سابسکرایب یادتون نره. میخوام ببینم تا آخر برنامه یا تا آخر این ویدیو که امروز عصر و اینها میذاریم، چند نفر از شما دوستان این کار رو انجام میدن و تعداد ما به چند هزار نفر میرسه یا نه. چند هزار نفر شدیم، ولی بیشتر. ضمناً فیسبوک هم فکر کنم تعدادمون روی صفحه فیسبوک از 11000 تا بالاتر رفت، و اینم یه دلیل بهتری که شما یه آگهی خیلی ارزون به تلویزیون مردم بدید. و اما من ببینم میتونم این رو پیدا کنم یا نه. این یکی اینجا و گذاشتم توی برنامه‌های امروز. این آقای دکتر، بله، کرونا ویروس. این ویدیو رو شما ببینید قشنگ با عدد و رقم. البته این یکی از دوستان، دوستمون از خلیج فارس فرستاده و به خاطر همین زیرنویس که نه، رونویس عربی هم داره، ولی ما قسمت انگلیسی و اون قسمت که انگلیسی صحبت میکنه مد نظرمون هست، که احتمالاً انگلیسی شما بهتر از من هست و متوجه میشوید. ببینید چی میگه. این صدا شما رو صدا کنم. آها، هنوز اون مردم تیوی اون پشت داره کار میکنه. اینم تقصیر کیه؟ تقصیر سعیده. اجازه بدین، چون زمانی که می‌نویسه من اون موقع نمی‌فهمم، بعداً می‌گیرم، متوجه نمی‌شم، اینجوری میشه. و بله، اینه مردم تیوی. اینجا رو خاموش کنیم که اون صدا همینجور داره میاد و بریم سراغ این ویدیو ببینید چی میگه. خیلی نگران نباشید، خود نگرانی ممکنه از کرونا ویروس یا ویروس کرونا خطرناک تر باشه. Things
that cause you to die on a monthly basis. Okay, so with the coronavirus, 25 people have died per month, roughly. Okay, now check this out. Aspirin, 250 people a month die from aspirin. That's 10 times the amount of coronavirus. Look at iatrogenic deaths, 20,000. This means deaths from medical treatment, whether it's mistakes from surgery. دوستان خود این آقای دکتر خندش گرفت. اولا اون کسی که این ویدیو رو درست کرده چقدر بد سلیقه، درست همون جایی که سر این قرار میگیره اسمش گذاشته، بعد این پایین و اینا هم دیگه اینه که این روزا هر کسی برای خودش یه سازی میزنه. ولی من اشتباه گفتم آسپرین 2500 دوز میخوام، آسپرین در ماه 250 نفر رو میکشه. یه دلیلش هم اینه که خون رو رقیق میکنه، شما اگه تصادف چیزی بکنی ممکن خونتون بند نیاد. بعد این قسمت بعدیش 20,000 نفر در ماه میمیرن از همین جراحی های دکترا، از همین قرص و اینایی که اشتباه میخورن مردم، قرصایی که زیاد میخورن. برید نگاه کنید ببینید چند نفر از این ورزشکارا، چند نفر از این هنرپیشه‌های معروف از اووردوز، یعنی از زیاد خوردن دارو بهش دادن، گفتن پاد درد میکنه این قرص رو بخور دردش متوجه نشی. طرف خورده یادش رفته، یا خورده دیده دوباره درد داره، دوباره قرص میخوره تا جایی که میندازدش. میگه که من در یوتیوب به اسم محمد علی، علی محمد سابسکرایب کردم خیلی وقته، خیلی ممنون از شما. و خب دیگه اینجا نمینوشتی، در پیام خصوصی برای من مینوشتی. من اصلا نمیرم نگاه کنم ببینم چه کسایی هستن اونجا، اصلا نمیدونم من وقتی سابسکرایب میکنه اسامی رو مینویسه یا نه. حالا که شما گفتید بذارید ما یه نگاه دیگه به یوتیوب بندازیم، یه درسی هم برای خود من باشه. ببینید من وقتی میام اینجا، میام مثلا توی صفحه فیسبوک شخصی خودم، بذارید اینجوری یکم این چیزها رو یاد بگیریم، بهتر از این فحش و فضیحت و به هم دادن و همدیگر رو بخوایم قانع کنیم که روش فکری و روش زندگی و علاقه شخصی و نمیدونم حزبی و اینا عوض بشه. ببینید این صفحه شخصی خود منه. بعد از برنامه ها معمولا من یوتیوب، ویدیو یوتیوب امروز رو یا آخر روز، زمین این یک خانم دختر جوانیه که یک کفشی ساخته که نابینایان قادر باشن باهاش ببینن. حالا که آقای علیرضا سلیمانی عکسش رو اینجا میبینم، آقای علیرضا سلیمانی دو تا صفحه فیسبوک داره و من دیدم که فیسبوک ایشون رو انفرند کرده بود. ایشون از من پرسید آقا من یه ماه و نیم نبودم چرا انفرند شدم. گفتم باور کن من نمیدونم فیسبوک چجوری فرند میکنه، چجوری انفرند میکنه اینا، و اینا خودشون یه ترکیبات و یه تشکیلاتی دارن که من نمیدونم. ولی شما بیاین اینجا ببینین این ویدیوی دفعه قبل که اینجا ما گذاشتیم، وقتی شما روش کلیک میکنید چه اتفاقی میفته. چقدرم باد؟ بله این یکیشه. مثلا شما نگاه کنید اینو که کلیک میکنید، خود فیسبوک هم شما رو میبره، حالا چون تو صفحه خود منه میاد اینجا که به من میگه ادیت کن، ولی شما یه صفحه میبینید که اینجا بهتون میگه که چیز این آگهی ها رو هم اگر سکیپ نکنید یک یا دو سنت به تلویزیون مردم میدن، یک یا دو سنت، نه 1,000 دلار یا 2,000 دلار. در هر صورت شمایی که نگاه میکنید اینجا، بذارید من یه ویدیوی دیگه ببینم، مثلا ویدیوی این آقای شجریان. میبینید این پایین، صداش کم کنم، بله این پایین مینس سابسکرایب، اینو که کلیک میکنی بعد بغلش یک چیز میاد، زنگوله یا ناقوس هرچی میگین، اینو میزنید بهتون میگه همه رو بفرست، فلازی رو بفرست، اصلا نفرست، که الان من نمیدونم سابسکرایب بشی ولی اصلا نفرستی اون دیگه چه ماجراییه. در صورت اینم از این و خیلی ساده است. این کارم اگه بکنید ما ممنون میشیم، و اقلا اگر حمایت نمیکنید به این صورت میگن به قدمی به قلمی حمایت کوچکی انجام بدیم. و بریم سراغ نوشته هایی که براتون گذاشتیم اینجا در برنامه لایو. و 33 دقیقه
از زمان برنامه امروز گذشته و ما هنوز اینجا هستیم و میگم این دوستان وقتی قرار داریم بعدن اونا نمیان ما هم تنبل شدیم. میگه لبنان از مشاهده یک فرد مبتلا به ویروس کرونا در هواپیمایی از مبدأ ایران خبر داد. دوستانی که دکتر هستید شما به من بگید اگه دنیا این کرونا رو نمیشناخته تا ماه قبل، الان لبنان چجوری این کرونا رو میشناسه که یه نفر که توی هواپیما علائم فلو داره اون میفهمه که نخه این فلو نیست، این کرونا ویروس. از خودتون سوال کنید، یعنی خودتون رو دست این رادیو تلویزیون ها ندین. اینم خبر من براتون بیارم اینجا بخونم و با هم دنبال کنیم. اینجاست: لبنان از مشاهده یک فرد مبتلا، اونم کشورهای مثل لبنان و اینا که از لحاظ بهداشت و از لحاظ تکنیک و اینا خدا میدونه کجای جدول قرار گرفته باشه. لبنان از مشاهده یک فرد مبتلا به ویروس کرونا در هواپیمایی از مبدأ ایران خبر داد. میدونید که خیلی از هواپیمایی ها ایران نمیرن، اون ماجرای به خاطر که هواپیمای یوکراین زد، بعدم در تحویل دادن اون جعبه سیاه یه ماجراهای پیش اومد و گویا جعبه سیاه رو خودشون که نمیتونن بخونن جاهای دیگه هم نمیدن و از اون ورم چیزایی رو که دادن به یوکراین، یوکراین پخش کرد، مثلا اون نوار گفت و شنود تاور یا اون برج مراقبت با اون هواپیما و اینا، ایران هم عصبانی شد گفت حالا که شما دهنتون لقه ما هم این چیزها رو بهتون نمیدیم. بیان بخونیم ببینیم لبنان چی شد. وزیر بهداشت لبنان از مشاهده یک فرد مبتلا و دو مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در هواپیمایی از مبدأ ایران خبر داد. حسن حامد وزیر بهداشت لبنان روز جمعه 21 فوریه دوم اسفند اعلام کرد نخستین مورد ابتلا به بیماری کرونا در این کشور مشاهده شده است. به گفته حامد فرد مبتلا یک زن لبنانی است که بیش از این در قم بوده و با هواپیما از ایران وارد فرودگاه بیروت شده است. میدونید که قم هم یکی از جاهایی که ایرانیا گفتن دو سه تا به اصطلاح کیس چیز رو دیدن. این از این ماجرا و خبرها رو دنبال کنیم. در رابطه با جایزه اسکار آقای ترامپ گفته که ما به کره جنوبی کم مشکل تجاری داریم، با آنها اسکار هم میدهیم. این اصلا حالیش نیست که تو مسئول همه کارها نیستی و اینه که به دوستان طرفدار پادشاهی تبریک میگم. اگه دنبال دیکتاتور میگشتید بفرمایید این یه دیکتاتور، اصلا شما نگاه خیافش بکنید، نگاه موهاش بکنید و من واقعا دلم میسوزه به حال دوستانی که طرف میگه آقا این چقدر خوشتیپه. اینی که از هیکلش اگه نگاه میکنید به خاطری که انقدر مرض داره تا حالا دو سه تا دکتر رو ممنوع کرده که به اصطلاح درباره سلامتی این صحبت کنه. میگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعضای آکادمی اسکار را به خاطر اعطای جایزه بهترین فیلم به فیلمی از کره جنوبی به باد انتقاد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه همین سخنرانی کارزار انتخاباتیش گفت اسکار امسال افتضاح بود و بهترین فیلم فیلمی از کره جنوبی، این دیگر چه مسخره بازی بود. وی افزود کم با کره جنوبی مشکل تجاری داریم، با آنها جایزه بهترین فیلم را هم میدهیم. یعنی این آقا میخواد در تمام قسمت‌های کشوری، فرهنگی، اداری، ارتشی دخالت کنه و تا حالا یه جورهای موفق بوده. دوستان این توی وزارت امور خارجه دخالت کرد، توی قوه قضاییه وزارت دادگستری دخالت کرد، نگران هستن که ممکنه توی وزارت دفاع دخالت کنه. از طرفی الان آمده یه کسی رو که اصلا تجربه نداره، آقایی که امباسادور یا سفیر آمریکا در جرمنی بوده،
و آلمان هم یه دو بار شکایت کرد که آقا این مثل که نمیفهمه سفیر وظیفش این نیست که دخالت کنه در امور سیاسی دیگران و سفیر باید با دولت خودش در رابطه باشه و اینها. این را آمد به عنوان رئیس به اصطلاح چیه دی NDA، اینقدر چیزهای مختلف این از سال 2001 باز شده که نگو، ولی بزرگترین قسمت به اصطلاح سکیوریتی و امنیت آمریکا قرار داد. الان خیلی ها سر صداشون بالا اومده، چند نفر اعتراض کردن، چند نفر ریزن یا استعفا دادن، و دلیلش اینه که ترامپ میدونه که این هایی که در کار به اصطلاح اطلاعات و ضد اطلاعات هستن فهمیدن که این بار هم روسیه میخواد در انتخابات سال 2020 که آخر همین سال هست نوامبر دخالت کنه، و آمدن گفتن. این فکر میکرد قبل از اینکه اونا بگن بیان بگن اینو بذاره که خبر درز نکنه، ولی خبر درز کرده. ترامپ به شدت ناراحته. حالا ببینیم که این مملکتی که ما فکر میکردیم مملکت قانونه، آیا قانونن میتونن جلو بیقانونی اینو بگیرن یا نه. انتخاباتو این مناظره دموکرات ها هم که اینا به سرکله همدیگه میزنن، فکر کنم آخرش خونین و مالین، یه نفر از همشون بدتر لابد میاد، اونم ترامپ. میگه خب بیا، این دیگه خودش داره میفته، یه لگد میزنه بهش و چیز میشه. از طرفی هم میگن بهتره که ترامپ 4 سال آینده رئیس جمهور باشه، چون اگه نباشه جنگ داخلی در آمریکا در میگیره. یکی از کسانی که خیلی در این رابطه صحبت میکنه و نگرانه آقای بیل مار هست. ایرانی ها میگن بیل ماهر. بیل مار برنامه ای داره به نام ریل تایم، و توی HBO هوم باکس آفیس میتونید ببینید، روی یوتیوب هم میتونید ببینید. اون شدیداً نگرانه، میگه این چون دیکتاتور هست به سادگی کلید وایت هاوس رو به نفر بعدی نمیده، مثل اونای دیگه دعوتشون کنه بیاد کلیدو بده، نمیدونم چیزایی رو که چیزه نشونشون بده و میره، و میگن جنگ و درگیری را میفته. و اما ناپدید شدن قایق مهاجران ایرانی و آفریقایی با 91 سرنشین در مدیترانه بیچاره ها چپ و راست، اون وقتا خیلی هم از استرالیا و یک جزیره بود، جزیره کریسمس بود چی بود، هی میومدن غرق میشدن. حالا میگه این قایق روز 8 فوریه 19 بهمن، امروز تو ایران 2 اسفند، میگه ناپدید شدن قایق مهاجران ایرانی و آفریقایی با 91 سرنشین، یک قایق لاستیکی با 91 سرنشین که از لیبی رهسپار اروپا بود در آبهای مدیترانه ناپدید شده است. این خبر روز پنجشنبه از سوی آژانس مهاجرت سازمان ملل اعلام شد. دیروز با آقای خسرو بهرامی صحبت کردم، ایشون گفت که همون موقع در سازمان ملل بود و گفت که 11 تا کشور در سازمان ملل متهم بودن به نقض حقوق بشر و حالا محکوم شدن، یکشون ایرانه. گفتم خب حالا چه فایده سازمان حقوق بشر چه کار میکنه؟ یه قطعنامه صادر میکنه، خب قطعنامه که صادر کرد چه کار میکنه؟ هیچی، قدرت اجرایی نداره. از ایشون هم خواهش کردم یه روز بیان درباره این صحبت کنم. آیت الله تبریزیان درباره کرونا میگه اگر کسی از کرونا مرد مسلمان نیست و شیعه پیرو هاریسون است. ولی خودشون توی قم دیدار آیت الله ها رو با این و این هم دوتا نوشتی، اگه میشه یکیشو بردار لطفا آقای سعید خان عزیز، و که جا برای دیگران باشه. و خودشون دیدارهاشون رو کنسل کردن، خودشون تماسشون رو با مردم کم کردن. و اینایی که اینقدر هر وقت مرضی میاد میگه فقط برای کفار و کافرین هست، پس خود این آیت الله ما آیت الله که میمیرن اینا همه لابد دیگه آخر کافر شدن که میمیرن. این هم روزگار غریبیه که اینایی که به دین آویزون میشن بعد نمیدونن کجا خودشونو ول کنه. و اما انتخابات و کرونا، میگه به مردم در ایران گفتن به خاطر کرونا زدن انگشت در استامپ، این استامپ هم خب در مرکب دیگه، اگه به فارسی می‌نویسی مرکب مخصوصه که به این توی انگلیسی میگن استامپ، به تمر هم همون میگن استامپ، به جوهر وقتی چیز میکنن میگه استامپ یا رابر استامپ. انتخابات و کرونا زدن انگشت در استامپ اختیاری است.
استاندار تهران با توجه به شیوع ویروس جدید کرونا در ایران به شهروندان توصیه کرد هنگام رأی دادن از استامپ یا جوهردان استفاده نکنند. خب چرا به اونا توصیه میکنه؟ به مراکز اخذ رأی بگه اینا رو بردارید. عجب واقعا خرط و خری ها. انوشیروان محسنی استاندار تهران در نشست خبری انتخابات مجلس در ایران گفت استفاده از استامپ اختیاری است، به شهروندان توصیه میکنم به علت شیوع کرونا ویروس از استامپ استفاده نکنند. وی همچنین اشاره کرد که با وجود دستگاه‌های هوشمند احراز هویت نیازی به استفاده از استامپ نیست. یعنی خودشون دارن میگن که ما این کارا رو که میکنیم الکیه و اینا با دستگاهایی که داریم میتونن بفهمن که کی، چون اینجا چی تو نگاه میکنن، شناسنامه تو میگیرن، بعد میره اونجا یه تابلو خیلی بزرگی زدن اسامی نمیدونم 1000 نفر اونجا، باید شما اسامی 30 نفر اینجا بابا اگه نماینده انتخاب میکنن دیستریکت دیستریکت قسمت قسمت بخش بخشش کردن، وقتی شما میری 3 نفر 4 نفر من هیچ وقت ندیدم اینجا بیشتر از 2 نفر، ولی ایران شما برو 30 نفر انتخاب کن، اونی که نازی آباده بیاد برای اونی که شمیرانه رای بده، اونی که شمیرانه بیاد برای اونی که نمیدونم نازی آباد زندگی میکنه. خب اینم از این کشف 21 میلیون یورویی اروپا به ایران و پاکستان برای کمک 21 میلیون یورویی اروپا به ایران و پاکستان. آقا 21 میلیون که اصلا در حساب کتابای چیز پول نمیشه، که حساب کتابای کشورها و پناهنده ها و اینها، اینا بعض وقتا یه رقمایی رو همچین بزرگ میکنن که میخوان شفتش بدن به قول معروف. خب اینم از این. و میگه که آیا بنا به قرآن یا بر اساس قرآن حجاب اجباری دینی است یا زنان اختیار انتخاب دارن؟ آقا اول انقلاب همین آقای خمینی و اینها همه آمدن گفتن حجاب اجباری نیست، توی روزنامه ها هم نوشت. چیزی که هست وقتی که زور میگن شما دیگه اون موقعی که نمیتونی حالا قرآن دستت باشه بگی آقا طبق این قرآن اینجوریه، داره زور رو میگه، داره اجراش هم میکنه، مامورای خودش هم هستن. اینا از بخش فارسی بی بی سی دارم براتون میخونم. میگه بنا به قرآن آیا حجاب اجبار دینی است یا زنان اختیار انتخاب دارند؟ فریحه عیسی فعال حقوق زنان در افغانستان در مقاله‌ای برای صفحه ناظران به آنچه در قرآن درباره حجاب آمده پرداخته و همچنین اختیاری و اجباری بودن حجاب را از منظر دینی تحلیل کرده است. میگه حجاب برای اسلام گرایان با شعار برگشت به شریعت یکی از مظاهر اسلامیت جوامع مسلمان پنداشته شده و سمبولی از آموزه‌های اسلامی و تکلیفی برای مسلمانان به ویژه برای زنان است. حجاب اما در نزد بعضی از فمینیست ها نمادی است از ستم، عقب ماندگی و بالاخره مانعی است برای پیشرفت زنان در عصر حاضر. اما آیا واقعا حجاب اجبار دینی است یا زنان اختیاری در گزینش آن دارند؟ مفهوم نظری خلاصه اینا وقتی می نیستن مگه ول میکنه. در صورت اینجا هم یه عکسی گذاشته نوشته بد حجابی زن از بی غیرتی مرد است، زنان با حجاب مرزبانان شرف مردها اند. مردها اند دیگه چیه؟ مردها هستن. بله اینم از این ماجرا. در هر صورت اینا سر این چیزا دعواشونه. دنیا به کجا داره میره؟ چند روز پیش میگفت که اون سفینه ای رو فرستادن که داره میره به طرف خورشید، حالا ببینیم آب نشه از گرما و به کجا میرسه. در قسمت قبلی برنامه که کانون آوا بود من یک ویدیوی 7-8 دقیقه‌ای از بازگشت از بازگشت یکی از مجاهدین بعد از 29 سال به کانون گرم خانوادش در کردستان
به اصطلاح صحبت کردم و نشون دادم، الانم گذاشتم اینجا، بازگشت رؤوف فرامرزی. دوستان درباره آقای نیساری گفتم ایشون در سفر هستن، دارن برنامه رو میبینن ولی نمیتونن با ما به اصطلاح در برنامه باشن و من هم در برنامه قبلی هم در این برنامه از ایشون انتقاد میکنم که آقا انتقام به اختیار یعنی چی؟ خب فردا هر کسی به هر کسی بدهکاری داره میره اینو میزنه، میگه آقا این دشمن انقلاب جدید بود، این دشمن جمهوری بود، این دشمن پادشاهی بود، اینو شما چجوری میتونین جلوش بگیرین؟ و شما دوستان فرهیخته وقتی یه چیز اینجوری مینویسید از آقای خامنه‌ای چه انتظاری میشه داشت که اون میاد میگه آتش به اختیار؟ به نظر من هر دوی این نوشته ها محکوم هستند و این دوستان باید به اصطلاح قبل از اینکه یه چیزی رو احساساتی بنویسن و فوری نشر رو پخش کنن با دوستان دیگه، مخصوصا اونایی که مثل من قسمت انتقادشون بیشتر کار میکنه تا قسمت تایید و بله قربان، بهش نشون بدن بگن به نظر تو این اشکالش چیه، که اونم واقعا صادقانه بگه. یکی از دوستان آمده بود من رو دعوت کرده بود که برام جزوی سازمانی، براش نوشتم که من سالها پیش رفتم یه چند جلسه عضو و جزو جبهه ملی اینجا شدم، همچین که جبهه ملی دو قسمت شد، شد یه قسمت ویرجینیا یه قسمت مریلند، من جدا شدم چون فهمیدم که اگر میخوای مستقل باشی و رأی خودت رو بدون وابستگی بدون ناراحت شدن دوستان بیان کنی باید استقلال خودت رو حفظ کنی و این کار انجام دادم، با وجودی که اونم خیلی مشکله چون خیلی ها هستن میگن ما مستقلیم، ما جزء هیچ حزبی نیستیم، ولی اگه گفتی آقا این اینجوریه، میگه آقا این شوهر خواهرمه، این برادر زنمه، تو رو درواسی میمونن. یکی از اونها این آقای غلامرضا ترشیزی، انسان بسیار با شرفیه، ولی نگاه کنید چجوری در مقابل مجاهدین و دروغای اونها مونده و نمیدونه چه کار کنه و چی بگه. Firefox prevented this from opening. بابا ولمون کن، ما میخوایم نگاه کنیم و بخونیم، شما نمیذاری. بله میگه که پیشبینی کارشناسان از نحوه مشارکت مردم، متاسفانه دیدم مثلا آقای بابک عربی یه جایی نوشته که سربازا رو به زور آوردن، بعد همون زیر دیگران فوش میدن میگن اینا یه مش لات و مزدورن. آقا اینا اگه سربازن، سرباز وظیفه هستن، خود آقای بابک عربی بزرگترین افتخارش تو زندگی اینه که سرباز بوده و ما از روی نفهمی از روی احساسات یه عکسی رو تا میبینیم فکر میکنیم که باید زیرش یه چیزی بنویسید. نه آقا ننویسید، نه خانم ننویسید. بعضی وقتا تا مرد تا زن تا انسان تا فرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش و نظرش نهفته باشد. اینم از این ماجرا. و اما دوستان خواهش میکنم این برنامه رو با دیگران هم در میان بگذارید و این ماجرای ترامپ و گفتمتون که اعلام شد که این کسی که مسئول به اصطلاح یکی از عالی رتبه های قسمت اطلاعات اینها بوده آمد و گفت که راشا is meddling. meddling یعنی دخالت کردن در انتخابات سال آینده، یعنی همین سال ببخشید، و این به مزاق ترامپ خوش نیومد و حالا ببینیم چه کار میکنه. اینجا هم از کره جنوبی داره نشون میده که اونجا هم دارن تمیز میکنن. حالا من نمیدونم این لای آجورا دارن دنبال ویروس میگردن، اگه قرار اسپری کنن روی هوا و اینها اسپری کنن، ولی دارن کف زمین و اینها رو میشورن. حتی یه دو تا فیلم هست که توی بیمارستان و اینها وقتی آدم ها میرن داخل میان اینها اسپری بهشون میزنن میشورنشون و اینها الی آخر. و اما اینجا میگه که Black and Latino voters seek more than just words. میگه که سیاه پوستان و افراد اسپانیش در آمریکا برای انتخاب برای رأی دادن
دنبال چیزی بیشتر از فقط وعده و وعید میگردن. اینم از این. و اما یه شارلاتان دیگه ای هست که خیلی هم قیافه مضحک و خندداری داره، این مردک مثل فیلم جوکر و اینها هست، کارتونا، خودش رو اونجوری میسازه با اون عینکایی که میزنه و اینها، و کسیه که رفته عکس ریچارد نیکسون رو روی پشت خودش خالکوبی کرده، و این کسیه که خیلی هم بهش کاری نداشتن توی ماجرای کثافت کاریای ترامپ، خودش هی اومد این ور این ور مصاحبه و اینا، خودش انداخت جلو، و چون خودش انداخت جلو رفتن و گرفتنش و دستگیرش کردن و دادگاه و فلان اینها، و گفتن 7 تا 9 سال این باید بره زندان. ترامپ چون دیکتاتور هست آمد و دخالت کرد در قسمت به اصطلاح قضایی آمریکا، در صورتی که اینها باید 3 تا برانچ یا 3 تا قدرت مجزا با قدرت‌های مساوی باشن که همدیگر رو کنترل کنن، اینجا بهش میگن چک اند بالانس. دخالت کرد، گفت این خیلی زیاده، باید کمش کنین. منتظر بود که اینا به اصطلاح تبرئه‌اش کنن. اون قاضیه توی نیویورک یک زنی هست با قدرت وایساد، گفت نه خیر اینجوری نیست، ولی اونی که میگید زیاده برای این جرمایی که این داره 40 ماه یعنی 3 سال و 1/4 سال بهش زندان داد. البته حالا حق فرجام داره یا اپیل داره، ببینیم چه خواهد شد. اینم از این. بعد همش ماجراها از صبح تا شب شما تلویزیون که نگاه بکنید، ترامپ کسی که عقده این رو داشت که در یه فیلم سینمایی باشه یا در مصاحبه ها باشه، صبح زود بلند میشد به رادیو تلویزیون ها زنگ میزد، الان بیشتر رادیو تلویزیون های آمریکایی به اصطلاح این رو نشون میدن. دیروز دوست ما از خلیج فارس یک ویدیوی فرستاده بود، حتما میدونید که ملخ ها حمله کردن هم به کشورهای عربی هم به کشورهای آفریقایی. من یادم یه بار ما خیلی هم بچه بودیم، فکر کنم دبستان کلاس دوم بودم، بله 9 سال، از 63 سال کم کنید 54 سال پیش، در شیراز ملخ آمده بود و ما خوشحال میرفتیم روی پشت بون. این ملخ ها رو با، شما میگین صافی، ما میگیم با ترشباله، با ترشباله میگرفتیم و بیچاره بالاشون رو میکندیم و اینا. و حالا ببینید چه خبره. اون موقع اونایی که بزرگتر بودن میدونستن که ملخ وقتی داره میره، داره میره که یه مزرعه ای رو بزنه و نابود کنه، میره اونجا گندما و کاشته ها یا نه کشاورزی. و یه شعری هم بود توی کتاب فارسی از سعدی، چنان قحط سالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. این رو هم اگه خواستید من براتون اینجا می نویسم، بوستان سعدی در عدل و تدبیر و رأی، و این هست، چنان قحط سالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. اینا رو هم بخونید. نمیدونم هنوز هم کسی هست که بوستان و گلستان سعدی رو بخونه یا نه، همه میرن ویدیو نگاه میکنن. یه جوک خیلی قشنگی یه نفر برای من فرستاده بود، این دوست اون آقای دکتر از فلوریدا، و میگفت که پسره وقتی پدر بزرگش آمد مدرسه داشت میبردش، دید از پدر بزرگش خسته است، بهش گفت که پدر بزرگ تفاوت زن با دوست دختر چیه؟ پدر بزرگم گفت که زن مثل تلویزیونه، دوست دختر مثل تلفن موبیل هست. و اینو برای چند تا از دوستان فرستادم، تعریفای خیلی قشنگی کرده و خیلی جالبه. یه جوک دیگه یه نفر برای من فرستاد، گفت که یه نفر با افتخار توی فیسبوک برداشت نوشت که من دیشب بعد از مهمونی چون 7 تا نوشابه مشروبی خورد، الکلی خورده بودم، تصمیم گرفتم رانندگی نکنم، زنگ زدم تاکسی یا زنگ زدم اوبر آمد و رفتم. گفت آقا 400 نفر به قول این آقای اکبری میگه یه چیزی که می‌نویسی 300-400 نفر وقتی الکی میان چی می‌دونه، ولی یه چیز درست حسابی سوال که می‌کنی هیچ که جواب نمیده. گفت 400 نفر آمدن لایک زدن، 4 نفر هم کامنت گذاشتن آفرین به شما که مسئول هستی و فلان اینا. بعد یه نفر نوشت مثلا جیم
کجا اوبر گرفتی رفتی؟ مهمونی خونه خودت بوده. یعنی آقا اینقدر مست بوده که تاکسی گرفته رفته یه جای دیگه. میگه که چون کرونا چون در آمریکا نیست، ساکنان آمریکا در رسانه ها با کرونا به مسخره کردنش میپردازند. اگه ویروس کرونا مانند ترامپ خفت آمریکایی را بگیرن، اولا تو آمریکا هست خانم، کی گفته نیست، تو آمریکا هست. و من میگم که همه اینها بازیه. حالا صبر کنید ببینید برای چی بازیمون دادن و پشتش چه ماجراییه. همین چین که الان میگن ضرر کرده، یه دفعه میبینید همین چین میاد واکسناش میفروشه. ساعت 2:59 دقیقه است، اجازه بدیم بریم خدمت آقای امیر حسین لادن و با ایشون صحبتی داشته باشیم در باره یک نوشته‌ای که دیروز دیدم در یه وبسایت جدید نوشتن و برگردیم با شما برنامه امروز رو پی بگیریم. اندیشکده، بله ببینم که اندیشکده اینه دیگه، بله. خب این صدای سکایپ هست که با ساز و بله بسیار عالی طبق معمول، تصویر هم خوب و من فقط تصویر ایشون رو بدم به سیستم و بیام سراغ شما دوستان عزیز و گرامی. خب اینجا هم این تصویر، بینندگان عزیز سلام میکنم خدمت آقای امیر حسین لادن، بهشون خوش آمد میگم و ممنونم که با ما هستن. آقا قبل از اینکه مصاحبه رسمی رو شروع کنیم، شما نظری در رابطه با انتخابات ایران و شایعاتی که گفتن ممکنه 2 ماه عقب بیفته، ولی دیدیم انتخابات برگزار شد، حتی 2 ساعت هم حالا تمدیدش کردن یا بعضی ها میگن تجدیدش کردن، ادامه دادن، گفتن هنوز مردم در صفها ایستادن. ضمن اینکه از طرفی ما میدیدیم ویدیوهایی رو دوستان فرستاده بودن که خبر از این میداد که نیستن مردم و کلن نظر شما رو در این رابطه بدونیم تا بعد بیایم اون سوالایی رو که قرار هست با هم به اصطلاح بپرسیم و شما هم جواب بدید مطرح کنیم و از شما یاد بگیریم. بفرمایید. درود بر شما، درود بر بینندگان و هم میهنان. شما گفتین انتخابات، من میخوام اول اونو صحیح کنم، درست کنم، و اون رأی گیری، ما انتخابات در ایران نداریم، حق انتخاب نداریم. ولی در رابطه با اینکه آنچه امروز گذشته در چارچوب اطلاعاتی که ما داریم در دست داریم، یکی از چیزهایی که غیر از اون که شما فرمودین که 2 ساعت اضافه کردن، دیگه شما نیاز ندارین که اثر انگشت بذارین. یعنی یادتونه که دستتون رو میذاشتین و رنگ میشد سبز یا آبی هرچی، پس بنابراین میتونین یک اون مزدوران رژیم میتونن برن توی 10 جای مختلف دوباره رأی بدن. اولین کاری که اعلام کردن این بود، برای اینکه دیدن که محل‌های رأی‌گیری خالیه، و اون زمانی هم که اضافه کردن برای اینه که بتونن یه عده‌ای رو از یه جایی به یه جای دیگه برسونن. این در چارچوب اطلاعاتی که ما در ظرف این چند ساعت گرفتیم. بسیار ممنونم. بله من در رابطه با همین خوندم قسمت اول برنامه که گفته بود استاندار تهران اعلام کرده که لازم نیست دستتون رو داخل این جوهر بزنید. گفتم خب چرا به مردم میگه؟ به اون جایی که انتخابات بود دستور می نوشتن که اینو بردارن یا جمع کنن، ولی شما میگید که این یک کلک دیگه است که بتونن چند جای مختلف برن شرکت کنن و رأی بدن و اون برنامه هم که 2 ساعت به اصطلاح بهش اضافه کردن همینه که بتونه طرف چند جای مختلف رأی بده. آقای لادن شما یه مقاله‌ای نوشتید در
این در گویا نبود، در روزنه بود، نه اسمش؟ توی چندین تارنما بود، اخبار روز، نمیدونم میراث ایران، عصر نو، زمانه و غیره. ماشاءالله اینقدر زیاد شدن رسانه ها که آدم نمیدونه کجا و چی، ولی خب بد نیست. اتفاقا بعدا در این مورد از شما میپرسم که آیا این زیادی اینها خوبه یا باعث میشه که مردم واقعا هر دو سه نفری یه جا باشن به جای 300 نفر یه جا باشن. توی این مقاله شما نوشتید که اعلام جهاد عمومی، خامنه ای از ناعلاجی شرکت در رأی‌گیری را وظیفه شرعی و جهاد عمومی اعلام کرده است. این ناعلاجی رو شما در چه میبینید؟ ضمناً ویدیوهای زیادی هست که در جاهای مختلف آقای خامنه ای حتی با گریه و زاری گفته اگه منم دوست ندارید به خاطر ایران، به خاطر اسلام، اینها بیاین رأی بدین. ولی همه داستانها حکایت از این میکنه که اینها این دفعه شدیدتر از همیشه فیلتر کردن و فقط افرادی رو که خودشون خواستن روی بلت یا روی اون اسامی رأی دادن یا به قولی انتخابات که شما قبول ندارید رأی دادن گذاشتن. بفرمایید نظرتون چیه؟ چرا جهاد عمومی؟ حتما سپاسگزارم. ببینین رژیم بر این به شرکت مردم در این رأی‌گیری برای اثبات مشروعیت خودش احتیاج داره و در حال حاضر تمام شواهد و ظواهر نشون میده که مردم شرکت نمی کنن و نخواهند کرد و این رژیم رو به وحشت انداخته. اینی که خامنه ای میاد میگه که دیدین که هفته پیش بود گفت انتخابات موضوع آبروی نظام است و در پاسخ به بعضی از خودی ها مثلا رئیس جمهور و هیئت دولت به اونا گفت که اینا چون منتقد شورای نگهبان هست گفت انتخابات مجلس مهندسی شده نیست، انتصابات نیست. و بعد دیدیم که اومد این همینجور که اشاره کردین برگ یعنی کارت ورق وظیفه شرعی و جهاد عمومی رو بازی کرد در قمار رأی‌گیری، برای این که احیانا اگر ما بین هممیهنان کسانی هستن که مثل شما من پوکر بازی نکردن، شما وقتی بازی میکنین با ورق، حالا پاسور یا پوکر یا هرچی، بهترین کارتاتونو در یک مواقع حساس و ضروری میزنین رو میز، یعنی میخواین بهترین نتیجه رو از اون کارت بگیرید. و اینی که ایشون الان کارت وظیفه شرعی و جهاد ملی رو زده رو میز در این قمار رأی‌گیری دلیل شفاف و واضحی بر ناتوانی و ذلیلی رژیم در مقابل مردم. و اما برای این که این مسئله با این چیزی که دارم ادعا میکنم میگم خیلی مهم و ضروری، ببینیم در این مسیر این چهاردهه از چه کارتهایی استفاده کردن. اگه برگردیم به بلافاصله بعد از انقلاب، اولین کارتی رو که اینا ازش استفاده می کردن یا اولین ترفندی رو که به کار می بردن بود وظیفه انقلابی. از این وظیفه انقلابی در همه چی و همه جا استفاده می کردن و چون هنوز شور و هیجانی وجود داشت کاملا کارتشون برنده بود و جمله‌ای که خودشون در این مورد می گفتن در مورد وظیفه انقلابی این بود، این توی گیوم است: همه باید احساس مسئولیت کنیم و هر کدام در هر کجا که هستیم واقعا وظیفه اولی و اصلی خودمان را دفاع از نظام اسلامی بدانیم. اینقدر اینو تکرار کردن تا بالاخره پس از چندین سال کفگیر انقلاب خورد به تاییدیک. ولی شما فکر کن اینا از رو رفتن؟ در کمال بیشرمی و با بیوقاحتی اومدن کارت ملی و میهنی ملی گرایی رو
ازش استفاده کردن که نه بهش باور دارن بلکه باهاش در تضاد و دشمنی هستن. و کارت ملیت و ملیگرایی، خامنه ای در انتخابات گفت حتی کسانی که حامی نظام نیستن به خاطر کشور رأی بدهن، و گفتش که از مردم خواست به خاطر ایران رأی بدهن و شرکت در رأی گیری را وظیفه ملی اعلام کرد. ولی خب اونم با شکست روبرو شد. چرا؟ برای اینکه اسلامگرایی و ارجعیت غیر ملی، و بعد در پایان اون آبان خونین، اون یه خورده آبرویی هم که تعطویی هم که برای رژیم مونده بود اونم از بین رفت. یعنی دیگه همه میدونستن که یه مش ملای فاسد دروغگوی چپاولگر ضد ایرانی هستن. پس ببینین این کارت ها رو همجوری یکی یکی بازی کرده تا حالا رسیده به کارت وظیفه شرعی و جهاد عمومی. یعنی یه ریسک خیلی بزرگیه، چون اگر این به اون نتیجه که میخوان نرسه و دارن نشون میده که نرسیده و این قمار رو ببازن، این مثل اون پر کاهیه که میگن کمر شتر رو شکست، یعنی پایان خط، آغاز فروپاشی. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. در رابطه با اینکه مردم شرکت نکنن، خود شما گفتید که این رژیم خیلی وقیحانه و توی 40 سال گذشته هم نشون داده. یعنی شما واقعا فکر میکنید که برای این رژیم مهمه اگه مردم نیان اینا آبروشون تو دنیا میره، یا باز هم بی خیال این انتخابات هر کسی رو میخوان خودشون به اصطلاح منصوب میکنن و ادامه میدن؟ در این قسمت نظرتون چیه؟ اتفاقا این یه پرسش بسیار بسیار مهمیه و میدونم که توی ذهن خیلی از همیهنانمون هست. بعد بهش اینطوری نگاه کنیم که اولا که من فکر کنم دوتا بخش داره، یه بخش عمومیه یه بخش داخلی برای خود سران رژیمه. یعنی سران رژیم اگر فرض کنیم الان اگه درست تو ذهنم باشه، بذارین نگاه کنم یه آماری اینجا من دارم که نزدیک به 60 میلیون نه نزدیک به 58 میلیون، 57,918,000 نفر واجد شرایط رأی هستن. 58 میلیون. خب اگر فرض کنید 5 میلیون شرکت بکنن، رژیم میدونه که بیشتر از 90% مردم مخالفشن. خب این خود این همون چیزیه که شاه با هلیکوپتر رفت بالا نگاه کرد، دید 2 میلیون نفر دارن تو خیابون میگن مرگ بر شاه، و وقتی رفت توی برگشت توی کاخ نیاورون اصلا کامل کامل دیگه متلاشی بود. حالا نمیگم اینا شرم و حیاشون در حد شاه هست یا بیشتره یا کمتره، نه اونو ما نمیدونیم، ولی چیزی که مسلمه این اثر داره. یعنی حتی رژیمی که با زور و چماق کار میکنه میدونه که اگه 90% مردم نخوانش موندگار نیست، و وقتی تموم بشه اون وقت تیکه به قول خودمون تیکه بزرگ بدنشون گوششون، پس بنابراین برای نجات خودشون یه کاری خواهند کرد. دو، گفتم یه چیز عمومی داره. الان میدونیم که دنیا و اون کسانی رو که از کشورهای مختلف در ایران هستن ناظر این مسئله هستن. بله، میگه هر ایرانی الان شده یه خبرنگار، با تلفن دستی خودش با تلفن همراهش هم ویدیو میگیره هم عکس میگیره و گزارش میده. من برداشتم اینه که طی چند روز آینده تتوش در میاد. ببینیش همون جوری که مسئله آبان خونین، همون جوری که مسئله سلیمانی، مسئله زدن هواپیما، اینا همش رو میشه، اینم رو میشه، و نتیجه شو همه با همدیگه خواهیم دید.
من برداشتم اینه که این دیگه زورهای آخر رژیمه. بسیار ممنونم. خانم تندازی هم از فرانسه نوشتن که ملا ایران را چپاول و نابود کرده، بازم مردم بروند به ملا رأی بدهند که ملا بمانند و بیشتر مردم را بدبختر و نابود کنه. ملای روباه پس فطرت خودش صندوقها را پر میکنه. از اینه که ملای اسلامی باید برود. آقای لادن، دنباله این صحبت ها چنانچه این هیله و تزویر مردود بشه و بی نتیجه بمونه و رژیم قمار انتخابات و رأی دادن و رأی گرفتن رو ببازه، آیا مشکلات حل میشه یا با هرج و مرج و انتقام جویی و چپاول به اصطلاح روبرو میشیم؟ اتفاقا بعد من خودم یه سوالی از شما دارم، چون یکی از دوستان دیدم متاسفانه نوشته بود که انتقام به اختیار. بله بفهم. ببینین، اولا که خدمتون بگم این پرسش شما پرسش قرنه، یک پرسش 500 میلیارد دلاریه. علت دیگه میگم 500 میلیارد دلار، این مبلغیه که ما نیاز داریم برای دوباره سازی ایران. پرسش بسیار بسیار مهم و امیدم اینه که هممون این پرسش رو بکنیم و در پاسخ دادن بهش تکاپو داشته باشیم. من فکر میکنم دیگه هنوز شک و تردیدی برای کسی باقی نیست که این حکومت دزد و فاسد و چپاولگر و غیر ایرانی و خودکام است. و از دید من پرسش اینه که خب آیا، یعنی اون بخش از پرسش شما رو که میخوام پاسخ بدم اینه که آیا با سرنگونی رژیم مشکلات حل میشه؟ نه، سرنگونی رژیم مستقیم ربطی به حل مشکلات نداره. یعنی این دوتا با هم دیگه همراه نیستن و به خودی خود نیست. هممون با گذشت 4 دهه از انقلاب 57 یه چیزی رو آموختیم، با اون این که سرنگونی به تنهایی کافی نیست و در ضمن مشکلات کشور با تغییر مهره ها برطرف نمیشه. یعنی شما مهره شاه رو برداشتین، مهره امام رو گذاشتین، هیچ مشکلی حل نشد. در رابطه با بخش پایانی پرسشتون که گفتین هرج و مرج و انتقام جویی و چپاول، ببینین با سرنگونی رژیم برای اینکه با یک خلأ روبرو نشیم نیاز به یک برنامه جایگزینی مشخص شفاف داریم. اندیشکده چنین برنامه رو داره. نیاز به یک حکومت ائتلافی موقت برای گذار از رژیم خداسالار مذهبی به رژیم مردم سالار ملی داریم. یعنی بین سرنگونی رژیم که مدعی مشروعیت الهیه و رژیمی که ما میخواییم به وجود بیاریم که یه دونه حکومت مردم سالار ملیه، بین این دوتا ما نیاز داریم به دولت موقت گذار. وظیفه این دولت برقراری امنیت داخلی، حفاظت از مرزها، برقراری نظام قانونمند اداری، برپایی وسایل ارتباط جمعی مستقل و آزاد برای اطلاع رسانی به مردم، یعنی واقعا در اختیار مردم. این کارش به خاطر اینه که میخواد یک شرایطی ایجاد کنه. داریم راجع به دولت موقت گذار صحبت میکنیم، میخواد یک شرایطی ایجاد کنه، شرایط مساوی برای احزاب، تشکلها، سازمانها، کسانی که میخوان یک برنامه‌ای برای آینده ایران دارن، یه راهی برای ایران دارن، که اینا همه بتونن برنامه‌هاشونو و خواسته‌هاشونو اعلام کنن. پس از اون مدت زمانی که از پیش تعیین شده، فرض کنید گفتیم این دولت گذار 1 سال وقت داره، 1.5 سال وقت داره، 20 ماه وقت داره و هر چی که هست، بیشتر از اونم اجازه نخواهیم داد. در اون مدت
همه این سازمان ها اشخاص برنامه هاشون اعلام کنن، گفتگو باشه، پرسش و پاسخ باشه، تا برای مردم کاملا شفاف و مشخص بشه. پیش از اینکه این دولت گذار کارش تموم بشه، یک دونه رأی‌گیری عمومی هست، مردم آگاهانه، آزادانه حکومت و برنامه مورد نظر خودشونو انتخاب میکنن، بهش رأی میدن. و اینجا من گفتم که حکومت و برنامه مورد نظرشون، این امکان وجود داره که اگر ما فرض کنیم که 5 تا نوع حکومت، 5، هر حکومتی بر یه برنامه مشخص داره، حالا یا یه دونه از اینا اکثریت میاره یا دو تا از اینا با همدیگه اکثریت میارن، در چنین موقعیتی بعد این دو تا با همدیگه یک دونه دولت، یک دونه حکومت تشکیل بدن. یا حتی امکان داره که مردم یک حکومت رو، یک نوع حکومت رو انتخاب کنن، ولی یک نوع برنامه دیگری رو بعد باید اون دو تا گروه با همدیگه کار کنن، برای اینکه اصل مطلب مردم هستن. این یک پروسس و من باورم بر اینه که در انتها ما میرسیم به این پروسه. من میخوام یه اشاره کنم، چون در آغاز گفتگو شما گفتین چند بار انتخابات و من گفتم ما انتخابات نداریم، میخوام یه چیزی رو از قانون اساسی جمهوری اسلامی برای هممیهنانم بگم که به ما حق انتخاب ما رو طبق قانون اساسی تفویض کردن به شورای نگهبان. شورای نگهبان کاندیدها رو انتخاب میکنه، مردم به یکی از این کاندیدها رأی میدن. یعنی در جمهوری اسلامی ما حق رأی داریم نه حق انتخاب. خواستم اینو برای هممیهنانمون باز کرده باشم. و اینکه میخوام یک جمع‌بندی کنم، برای خودم یه نوت نوشته بودم. اولا من باورم بر اینه که هیچ راهی آسونتر و بیخطرتر از عدم شرکت در انتخابات برای شکست و بی‌آبرویی و بی‌اعتباری رژیم وجود نداره. و من باور ما در اندیشکده بر اینه که پیروزی در گروه شهامت و توانمندی ماست، باید شهامت رو جایگزین شک و توانمندی رو جایگزین تردید کنیم. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. آقای مانی خورسندی از کانادا نوشتن که اینها فروشندن شرفشان، وطنشان، اتاق خوابشان، بچه‌هایشان را می‌فروشند و در دنیا متأسفانه خریدار زیاد است، امپریالیست ها، منظورشون حکومت ایران و اینجا هم و اینجا کانادا، اروپا، سرمایه‌دارا است. ضمناً ایشون نوشتن که با وجود مزدوران احمق رژیم در خارج و داخل و اینکه شما این رژیم آخوندی را نشناختید، اینها اهمیت به مردم نمیدهند و با پشتیبانی آمریکا و روسیه و اروپا و اسرائیل اینها تا 100 سال دیگر هم سوارند. نظر شما درباره افرادی که مثل این دوستمون فکر میکنن که به اصطلاح اینها سوار هستن و پیاده کردنشون کار آسونی نیست و حکومت‌های اروپا و آمریکا و اینها هم کمک اینها هستن، در این مورد نظرتون چیه؟ من فکر کنم اولا که ما همه حق داریم هر جوری که دوست داریم بیاندیشیم و فکر کنیم و هیچ اشکالی نداره، ولی چنانچه هم میهنانی شبیه به این اندیشه را دارن، باید یک نگاهی بکنن به تاریخ، به ویژه به تاریخ خودمون، نه تاریخ چند قرنه، تاریخ 100 سال پیش. نگاه کنین به این که رضا شاه در اوج قدرت چه بلایی سرش اومد، محمد رضا شاه که همه دنیا، آمریکا با تمام قدرت پشتیبانش بود، به موقع خودش از میان رفت. نگاه کنین به چایچسکو. میتونم براتون
چندین و چند کشور و شخص و نام ببرن که در کمال قدرت بودن ولی مردم میتونن اینا رو به سرنگون کنن. نگاه کنیم به این چند کشور اخیر، مثل الجزیره، مثل سودان، مثل مصر. یعنی فرق نمی کنه که کی سر قدرته، چقدر قدرت داره، زمانش سر بیاد مردم با هم باشن نابودی، شک و تردیدی نباید داشته باشیم. ولی مسئله اینه که ما نمی بایستی همش فکر کنیم که نم استکبار جهانی یا نمیدونم امپریالیست یا این سگ شغال. نه، ما باید یه خود بریم در درون، یه خود فکر کنیم به توانایی و قدرت خودمون، یه مقداری باور داشته باشیم که ما میتونیم و بکنیم. بسیار ممنونم از شما. همونجوری که میدونید من گفتم که خامنه ای چند مدت پیش گفته بود به طرفدارانش که آتش به اختیار. متاسفانه من هفته قبل دیدم یه مقاله رو آقای فرزاد نیساری و دوستانشون نوشتن و توی اون ایشون نوشته بود انتقام به اختیار. من اصلا اینو که خوندم گفتم خب این یعنی چی؟ یعنی فردا باز دوباره بیقانونی و هر کسی هر کاری خواست انجام بده و این که خیلی خطرناکه. و قرار با ایشون مصاحبه کنم. نظر شما درباره نوشته های این چنینی که دوستان وقتی احساساتی میشن می نویسن و بعدش هم هیچ چیزی نیست که اینا رو کنترل کنه، و نظر شما چیه راجع به این نوع نوشته ها، این نوع صحبت ها؟ من روی سخنم به هیچ شما با ایشون نیست، با هیچ شخص مشخصی نیست، ولی به طور کلی که اینجور اندیشه ها اگه از روی احساسات نباشه یک اندیشه گمراهه، یک اندیشه که نتیجهش به شدت تخریبیه و ما رو به جایی نمیرسونه. یک چیزی در فکر کنم تورات و انجیل، حالا شاید تو قرآن هم هست که میگن an eye for an eye، یعنی اگر یه نفر چش شما رو کور میکنه باید شما من چشش رو کور کنید. بعد اون وقت کسانی که یه خود شعور دارن میگن این فلسفه an eye for an eye میتونه یه کشور رو کور کنه. یعنی چی؟ یعنی این که انتقام جویی یک چیز واقعا بی اساس و نابود کننده است. آیا شما با اون انتقام جویی اول انقلاب که بیشتر از 500 نفر رو همون دو ماه اول تیربارون کردن همراهیم؟ آیا این درسته؟ خب کسی که گناهکاره، جنایتکاره، باید بره تو دادگاه. باید یه قوانینی وجود داشته باشه، اون قوانین باید شامل حال همه بشه. و اگه دزدی کرده، من اتفاقا یه چیز خدمت شما بگم، من ما اندیشکده یک برنامه ریزی کرده برای اینکه چجوری بتونیم پس از سرنگونی رژیم پولهایی که اینا دزدیدن و چپاول کردن پس بگیریم. یک حسابی در بانک مرکزی در ایران به وجود میاد و اون حساب و شمارش و یعنی اون داراییش و نمیدونم واژه رو تو ذهنم نمیاد، اون پولی که توش هست موجودیش اونو موجودیش سپاس اونو میذارن هر روز نشون میدن توی شبکه‌های مطبوعاتی و تلویزیون و همه جا به نمایش میذارن که چقدر بهش اضافه شده. و ما تلاشمون این خواهد بود که تمام پولهای دزدید شده رو، چپاول شده رو پس بگیریم. همچنین خدمتون گفتم توی گفتگومون 500 میلیارد دلار نیاز داریم که استانهای ایران رو دوباره سازی کنیم و توانمند کنیم و ما این پول رو از حلقوم این اشخاص بیرون میکشیم. من حتی توی اون نوشته ها یک مثالی زدم راجع به کاری که اسرائیل انجام داد در رابطه با هولوکاست، که چجوری از بانک ها، از سازمان ها، از کشورها میلیاردها دلار
خسارت گرفتن در این مورد. حالا ما خسارتمون رو از همون دوزهایی میگیریم که مردم ملتمون رو و کشورمون رو چپاول کردن. و اینی که الان دارم میگم یه اخطار به این اشخاص که نه خودشون نه خانوادهشون هیچ جا امان نخواهم بود مگر اینکه پولا رو پس بدن. بسیار ممنونم. اسرائیل هنوز هم که هنوزه دنبال اونها هست و پیگیری میکنه و حتی وسیل به اصطلاح آثار هنری و طلاها و اینا هم که بانکای سوئد به یک سوئیس به نوعی برده بودن و اینها، اونها هم مدعی شده و در حال پس گرفتن است. آقای خورسندی میگن که 40 سال است که همین صحبت ها میشه و آمریکا پشت رفتن شاه بود. منظور ایشون اینه که همه این کشورهایی که شما مثال زدید یا فروپاشی دیکتاتورهایی که گفتید، با وجودی که مردم در شرکت داشتن و سهیم بودن، ولی مردم بلندگوی بلند. مذارت میخوام جام سوری. ببینین این چیزی که ایشون میگن یک بخشی از کمبودهای فرهنگی ماست. ما توانایی اینی که حقایق رو ببینیم و واقعیت‌ها رو بپذیریم نداریم. هیچ وقت تکلیف خودمون رو با هیچی مشخص نکردیم. شما نگاه کنین 100 سال از به قدرت رسیدن رضاخان میرپنج که بعد شد سردار سپه، بعد شد رضاشاه، 100 سال پیش این اتفاق افتاده. هنوز 99% هم میهنانمون تکلیف خودشون رو با اینکه این شخص چجوری سوار کار شد مشخص نکرد. 1320 محمد رضا به سلطنت رسید، باز دوباره اکثریت ملتمون نمیدونن چجوری و طبق چه قرار دادی. از ایران رفت، باز هنوز که هنوز همین داستانها رو ما برای خودمون سرهم میکنیم. همون داستانی که یه روز با هم گفتگو داشتیم راجع به میدان ژاله توی زمان شاه که بهش میگیم جمعه سیاه، که یه عده میگفتن نه ایرانی نبودن، اینا فلسطینی بودن. ما توانایی تحمل حقایق و پذیرفتن واقعیت ها رو نداریم. پاسخ بخوایم به اینجور مسائل بدیم بقیه عمرمون باید بشینیم گفتگو کنیم. بسیار ممنونم از شما. اگر صحبتی دارید بفرمایید. ضمناً آقای نیساری راجع به اون ماجرای انتقام به اختیار، ایشون نوشتن که گرامیان جنگ متفقین با فاشیسم انتقام بود. شما دوران مبارزه را با پس از سرنگونی قاطی نباید بکنید. بعد خود ایشون ادامه داده که دوران کنونی دوران گذار و شکست هژمونی این رژیم است. نظری دارید در این مورد؟ یا ببینین من شاید ایشون دارن از واژه استفاده میکنن که من از اون واژه استفاده نمیکنم. من وقتی راجع به فاشیست و دنیای آزاد و کمونیست صحبت میکنیم، داریم راجع به مبارزه صحبت میکنیم. انتقام نیست، مبارزه است. شما تفاوت دید دارین، با هم مبارزه میکنین و اونی که برنده میشه دید خودشو سوار کار میکنه. انتقام جویی چیزیه که من باهاش مشکل دارم و قبول ندارم. بسیار ممنونم آقای لادن، از شما تشکر میکنم. دوستان اگر صحبتی سوالی دارین، من در طی برنامه نشون دادم وبسایت آقای لادن و دوستانشون در اندیشکده، اندیشکده.net، و میتونید هم شماره تلفن اینجا رو گذاشتم، میتونید اینجا هم پیام بذارید. پیام‌های شما برای ایشون فرستاده میشه یا با خودشون مستقیما روی فیسبوک تماس بگیرید. برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنم به امید دیدارتون در روزهای بهتر و با خبرهای بهتری. خیلی ممنون که با ما بودید. سپاسگزارم. هفته آخر هفته خوبی رو برای همیهنانم آرزو دارم. مرسی. خیلی ممنون آقای امیرحسین لادن. دوستان عزیز اگر صحبتی دارید، شما هم میتونید نظراتتون رو به صورت پیام ارسال کنید، من در برنامه‌ها پخش میکنم. آقای خورسندی مینویسن که من در انقلاب فریاد میزدم و تاریخ را خوب میدانم و میخوانم،
ولی الکی خوش نیستم. خب حالا ما بگو ببینیم اون موقعی که فریاد میزدی تاریخ رو خونده بودی یا اون موقع الکی خوش بودی حالا دیگه نیستی؟ ضمناً قرار بود که با آقای خورسندی امروز باشیم، من برای ایشون صبح نوشتم، بعد یادم افتاد که اینا 3 ساعت از ما جوانترن نه عقبتر، 3 ساعت از ما جوانترن، منتظر بودم که از خواب خوش بیدار بشن و ما خبر بدن میخواین با ما باشید امروز یا میخواین صبر کنید نتایج انتخابات ایران هم معلوم بشه و در یک بحث جامع تری با هم دیگه صحبت کنید، چون بحث امروزمون قرار بود که آقای خورسندی درباره ترامپ صحبت کنن. دوستان اصلا این فاجعه، واقعا فاجعه ترامپ و سقوط آمریکا، اینو شما چجوری میبینید؟ همینجوری به همین سادگی و که رای داده و رای آوردن و ملت و فلان اینها، یا اینکه واقعا خطر روسیه بزرگتر و بیشتر از اونی هست که من و شما تا امروز میشناختیم و میدونستیم هست؟ در این مورد اگر مایل هستید صحبت کنید و من اون قسمتی رو که شما آقای خورسندی نوشتید که آمریکا پشت رفتن شاه بود، اتفاقا من میخواستم به آقای لادن بگم که تمام این کشورهایی که شما اسم میبرید، درسته که مردم میان تو خیابون، آقا مردمی که میان تو خیابون بستگی داره که این بلنگوی اینوری چی میگه، بلنگوی اینوری چی میگه، و بعضی وقتا شاهد بودیم که حتی بلنگوها وقتی دوتا چیز میگن، مردم نصفشون یه چیز دیگه میگن، نصفشون یه چیز دیگه، و این ماجرای دولت گذار و اینا هم به این سادگی که آقای نیساری میگه الان دولت گذاره، یا به این سادگی که آقای رضا پهلوی و آقای شریعت مداری فکر میکنن در آلمان و در مریلند نشستن، نیست عزیز من. این آخوندا برنامه هاشون از همون روز اول تا اومدن اون دولت موقت، همون دولت اینجا بهش میگن اینترمدیه، یه چیز اینجوری میگن دولت موقت یا دولت گذاری، همون بود. و یادتون باشه، یادتون باشه دولت گذار آخوندا هم نمیخواست یه حکومت به این بدی بیاد و دیدیم که چه درگیری هایی توش پیش اومد، بازرگان استعفا داد و من گلوم گرفت بودو من برم بیمارستان، شاید کرونا باشه. خب قدری کرونا خفیف داره فکر کنم اومده اینجا به من هم سرایت. این ماجرای کرونا رو آقای خورسندی شما چجوری میبینی؟ ولی داداشت یه شعر قشنگ گفته، واعظان. پس من این اسکایپ رو ببندم چون نه شما نه آقای نیساری امروز اویلیبل هستین، بریم سراغ برادر آقای خورسندی، عزامان. من گفتم واعظان، عزامان. شما به اصطلاح ویروس هستین. خب هادی خورسندی رو همه تون میشناسید، کسی که از قدیم با اون مجله اصغر آقا و با طنزای خودش ما رو به اصطلاح مشغول میکنه به فکر کردن، و میگم طنز حقیقت تلخیه که به صورت طنز گفته میشه. بذارید من همه این صفحه رو نشون بدم، چون نمیدونم اگر اونجوری نشون بدم میتونم برم یا نه. اینه تمام صفحه. عزامان، ویروس خطرناک شمایید عزامان، بدتر زهر هر آنچه کرونایید، بدتر زهر آنچه کرونایید عزامان، از جانب چین نیست و از جانب دین است، کفتاده به جان و تن مایید عزامان، تا خفیه بمانید ز میکروسکوپ امت، یعنی پنهان دیگه، نه پنهان به پس قشر عبایید عزامان، بیچاره مقلد چه بداند که شمایان یک عده لش بی سر و پایید عزامان، هر جا که به قول خودتان تشنه لبی بود شمرید که در کرب و بلایید عزامان، هر جا که عفیفی ز شما خواست پناهی فل معامله در فکر زنایید عزامان، غیر از شکم و زیر شکم قبله ندارید، خود عقربه قبله نمایید عزامان، در آب وطن کوسه هموار گرسنه، در خاک وطن مار بوایید
عزامان، مار بوها که میدونید اون مار بزرگ و خطرناک، کشدار زمینی بستان نیست که حالا موشک زن کشدار هوایی عزامان، جبار و غرض ورز و متکبر و مکار، البته که آیات خدایید عزامان، باید که ببندند خدا را به درشکه وقتی که نشانهاش شمایید عزامان. هادی 16 بهمن 5 فوریه. اینا از همون زمانی که چیز شروع شد به اصطلاح کرونا و ویروس و اینها اینو گفته بودن و من منتظر بودم که اگه بتونم شعری رو که خودشون، چون همیشه باور دارم مخصوصا اونایی که زنده هستن، چرا میگیم در قید حیات، اینا شعرهای خودشون رو خودشون دیکلمه کنن، چون آدم وقتی یکم اشتباه میخونه ناراحت میشه. علمای جزام، بله چرا علامت سوال گذاشتید نمیدونم. دوستان من هفته پیش این عکس رو روی صفحه فیسبوک گذاشتم، یکی از برنامه ها هم روی یوتیوب، شما میدونید وقتی برنامه یوتیوب اجرا میکنید بعد میتونید عکسی رو که خودتون دلتون میخواد بذارید یا اون به صورت انتخابی یکی از قسمت های ویدیوتون رو میذاره. ما این عکس رو گذاشتیم، بعد یکی از دوستانمون برای من نوشت که شما این خانم رو میشناسید؟ گفتم نه آقا من که قرار نیست همه رو بشناسم. ایشون اولا زیر این عکس نوشته پرچم ایران، اجازه بدید، پرچم ایران در کنار پرچم آمریکا در لباس میگن پورمر، هنرمند ایرانی آمریکایی، در مراسم گرمی از حواشی پررنگ این مراسم بود. میگن پورمر روی لباسش نوشته بود نه به جنگ با ایران. شما اینو داشته باشید، خب عکس قشنگ بود، پیغامش هم پیغام خوبی بود، چیزی هم هست که من باهاش موافقم. یه دوستی نوشته بود آقا مسکن مه شنیدی؟ گفتم بله. گفت دوره احمدی نژاد و اون چند تا وزیر و دستیار و مشاور و اینها، یکی از اونها این پورمهر بوده، بابای این دختر. گفتم من نمیدونم، به همین خاطرم گذاشتم یه روزی به شما بگم، اگه کسی از چند و چون این ماجرا خبر داره ما رو در جریان بذاره. این عکس رو یه بار بهتون نشون دادم، بازم بهتون نشون میدم، چون در رابطه با کرونا، بیچاره این کرونا یا همون آبجو کراون یا تاج، حالا هاینیکن که یک آبجو هلندی هست، اینا جبهه گرفتن جلو این ماسک زدن به صورتشون و میگن که نزدیک نیا که ما ممکنه مریض بشیم. اینم از ماجرا. و اما آقای هادی خورسندی یه چیز دیگه 8 بهمن 28 ژانویه نوشته بودن که من این رو هم گذاشته بودم بخونم، ولی فرصتی پیش نیامده بود تا امروز که دوستان به اصطلاح نتونستیم از وجودشون استفاده کنیم. این شعر پیامی به پامپئو، پامپئو وزیر امور خارجه دولت آمریکاست. از من پیام باد به آقای پامپئو، آسی شدم ز دست تو و سابکار تو، از این دوزبازیتان حالیم شده، ما را گرفته اید در این معامله گرو، کار شما و جیم الف چند مدت است، جیم الف جمهوری اسلامی، با دست پس زدن شده و با پا بکش جلو، تو از مخالفان بکنی زیر پا کشی، با دعوت و ضیافت و همبرگر و پلو، از آن طرف جناب ولیعهد انگلیس خواهد رود به جانب ایران بدو بدو، دارید نقشه ها که بسازید با رژیم، از آن طرف سلامی و از این طرف هلو، یک حرف از حقوق بشر در میانه نیست، این جاکشان هرزه بی آبروی گو، ما را امید نیست به همراهی شما، این را برای خرخودتی می نویسم و گویم به ما نگو سخن از طرح روی میز. میدونید دائما آمریکا میگه همه طرح ها روی میز هست، یعنی از صحبت کردن و معامله تا حمله و مجادله. گویم به ما نگو سخن از طرح روی میز، وقتی که طرح اصل بود داخل کشو، ما ملتیم حوزه علمیه نیستیم، تاریخ را دوباره مروری بکن زنو، روزی که دست ملت ما مشت می شود
خواهید خورد از دو سه جانب تلو تلو. ای هموطن فریب دغلکاران دغلکارگان مخور، بر کس امیدوار امیدوار به غیر از خودت مشو. اینم آقای هادی خورسندی که در رابطه با مرض کرونا یا ویروس کرونا و از طرفی ویروس این پامپائو دولت ترامپ گفتن. و من باز دلم نمیاد که این عکس رو به شما نشون ندم، اجازه بدید اینجا بهتون نشون بدم. ولی قبل از اون که نشون بدم، اگر این ویدیو رو بعد از برنامه دارید از یوتیوب تماشا میکنید، حتما این قسمت رو رعایت کنید که میاد سابسکرایب اون زیر ویدیو، با دست نازنینتون روش کلیک کنید و بعدم اون پایین تبدیل میشه به اون رنگ، شما اون ناقوس رو یا اون زنگوله رو یا زنگ رو باز کلیک کنید. اینم یکی از مشکلات یوتیوبه که یک کار ساده ای رو دوباره سه باره انجام داد، یا یه طرف میخواد سابسکرایب بشه با شما باشه یا نمیخواد دیگه، این کارا برای چی. در هر صورت اگر تعداد سابسکرایب ها زیادتر باشه بهتر خواهد بود، ولی این عکس رو من میخوام بهتون نشون بدم و صحبتی داشته باشم با دوستانی که اون روز که ما این عکس رو گذاشتیم خیلی ها گفتن آقا این عکس فتوشاپه. دوستان این عکس فتوشاپ نیست، این روزیه که ترامپ از نورت کارولینا برگشت، گویا تو فاصله‌ای که با هواپیما میاد بعد سوار هلیکوپتر میشه میاد کاخ سفید، اونجا خودش این کرم و آرایش رو انجام داده و اومده بیرون. وقتی اومده بیرون فهمیده که قیافش اینجوریه و این آدمی نیست که از رو بره. ولی من از شما یه چیزی میپرسم، بذارید این عکس رو بذارم اینجا یک لحظه، پلیر سه. بله، شما این عکس رو نگاه کنید، اگر وقتی این عکس رو میبینید فکر میکنید فتوشاپه، یعنی یه کسی از روی دشمنی خواسته اینو بد نشون بده. شما هم قبول دارین که این بده؟ تا اینجا رو قبول دارین؟ وقتی میفهمین که این واقعا بده و این خودشه، دیگه چرا زور میزنید؟ ملت عجیبی هستیم واقعا، ملت بدبختی هستیم. آقای لادن درست میگه، ما از موضوعات خیلی کوچیک توش موندیم، حالا میخوام به این موضوع بزرگ حل کنیم، نمیشه. در صورتی که این آقای صاحب آمازون جف سامتینگ بیزو میگه که همه مشکلات بزرگ، همه کارهای بزرگ با قدمهای کوچیک، با راهحلهای ساده و کوچیک حل میشه، یکی یکی حل میشه میره جلو. آقا خانم تو خودت اعتراض میکنی که این فتوشاپه، بعد که میفهمی فتوشاپ نیست میگی خب آقا حالا آزادی در آمریکا. میگم آقا میدونم، آقای حمید فرهنگ، فرهنگ حمید، میدونم هنرپیشه‌ها آرایش میکنن، میدونم گوینده های رادیو تلویزیون آرایش میکنن. خواننده داشتیم، این آقای حجت بود، کی بود، دوتا خواننده بودن که گویا گی هم بودن، خیلی شاد بودن. خب اینا اصلا ماتیک سرخاب میکردن. تو ایران، تو شیراز داشتیم دسته های مطربی که میمدن این ور اون ور، دسته یدالله بودن در فلان بود، اینا اصلا آقای مثل خانمات آرایش میکرد فلان اینا. ولی دیگه کسی نمیمد بگه حالا این یدالله فلانی آرایش کرده، خب دلش میخواد از آرایشش. اگه تو خیابون میمد در حال نمایش نبود، میگفتن آقا این منتالی مشکل داره. اینم از این ماجرا. یه چند تا نوشته دیگه هست، من براتون بخونم و برم. اینجا میگه که آسی شده این ملت غمناک، امروز همش دوربر آقای هادی خورسندی، چون داداشش رو نتونستیم به اصطلاح بیاریم. میگه یه کمی کرونا گرفتم، نکنه آبجو کرونا دو سه تا خوردی. به نظر من بدترین آبجوه. اتفاقا شما وقتی میری مکزیک، خود اونا بیشتر آبجوهای مدلو و یه چیزای دیگه میخورن، سول و اینا میخورن، چون میگن آبجو خوبی نیست. آسی شده این ملت غمناک، نه مرسی، بیزار ز هر جفت شما پاک، نه مرسی. منظورش ملاها و اینه.
میگه وزیر خارجه ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است، اما میخواهد که تحریم ها برداشته شود. نه مرسی. گور پدر هرچه ترامپ است و ظریف است وان رهبر بنشسته چو ضحاک. نه مرسی. ما را نه امیدی به شما بیشرفان هست، نه هست به دلهاز شما باک. نه مرسی. پاسخ به ترامپ و به ظریف و به رئیسش از جانب ما فاک، فقط فاک. نه مرسی. این ماجرای فاک هم یه جمله، یک ویدیوی خیلی خوبی داشتم که یک استاد هندی درباره این کلمه صحبت میکنه که این کلمه چجوری هم فعل هم فاعل هم مفعول هم صفت تفضیلیه و الی آخر. اینجا یه عکسی هست نوشته که اسرائیل یک موشک بالستیک با برد 4000 کیلومتر را آزمایش کرد. ارتش اسرائیل یک موشک بالستیک از نوع یریخو 3 با عبری هم نوشته با برد 4000 کیلومتر با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای از پایگاه هواپیمایی پالماخیم را در مرکز اسرائیل تست کرد. خیلی از دوستان میگن آقا اسرائیل و فلسطین که 100 کیلومتر هم اصلا همسایه هستن، اسرائیل و ایران هم که 4000 کیلومتر نیستن، پس این اسرائیل 4000 کیلومتر برد اونم برای موشکی که میتونه به اصطلاح کلاهک اتمی با خودش ببره برای چیه؟ اونو دوستان فرهیخته که فکر میکنن جزو chosen people هستن فکر کنن کلمی ها و بیان به ما بگن. میگه بنده از نظام جمهوری اسلامی تقاضا دارم تکلیف ما را روشن کنه. در اعتراض به تقلب در انتخابات راهپیمایی میکنیم کشته میشیم. در اعتراض به مسائل اقتصادی به خیابون میام کشته میشیم. در همراهی با خودتون برای تشییع جنازه میایم بازم میمیریم. وقتی هم میخواین انتقام سخت از آمریکا بگیرید بازم ما رو میکشید. دقیقاً ما باید چه کار کنیم که کشته نشیم؟ میدونید که یه نکی از این آخونده آمده بود و گفته بود اینایی که در تشییع جنازه قاسم سلیمانی کشته شدن یک عمل حیوانی انجام دادن. البته بعد گویا حرفشو پس گرفته. حالا اگه کسی در اون مورد هم میخواد صحبتی داشته باشه میتونه پیام بذاره یا بنویسه و ما بخونیم. اجازه بدید بعد از اینکه ترامپ آمد و این مدال به اصطلاح بهترین مدال آمریکا رو داد به این یکی از این گویندهای چیز راش لیمبا این کاریکاتور رو کشیدن. کاریکاتور اینجا بهش میگن کاریکاتور و خیلی جالبه از این روزا پارک که کسی بود که تو اتوبوس نشسته بود و از جاش بلند نشد جاشو بده به سفید پوستا و اون انقلاب رو به اصطلاح شروع کرد، حق زنان اینا، این مادر تریسا و این هم MLK مارتن لوتر کینگ که اینها آمدن و هر سهشون فوت شدن، ولی مدالای اون بزرگترین به اصطلاح بهترین چیز رو، افتخار رو انداختن تو سطل آشغال. میگن وقتی که راش لیمبا اینو میگیره بهتره که ما بندازیمش تو سطل آشغال. یادم میاد به موقعی که کلی رفته بود و مدال المپیکش رو انداخته بود توی رودخونه. چون صحبت از انتخابات هست اجازه بدید این رو هم بیاریم اینجا و به شما نشون بدیم. پلیر 3 انتخابات در ایران که تشبیه کرده به یک به اصطلاح صندوق رو تشبیه کرده به یک توالت فرنگی و میگه اینایی که تو صف وایسادن میخوان رأیشون رو به این بریزن. چند روز پیش ما رفتیم روی یوتیوب و دیدیم که یوتیوب اینو گذاشته که آقا ما به شما پول نمیدیم. گفتیم ما با ما چیکار کردیم که پول نمیدیم؟ گفت خب دوباره بیا التماس کن. دوباره که التماس کردیم این نامه رو نوشت که حالا یک ماه به التماسات شما ما رسیدگی میکنیم. البته جواب داده بود که رسیدگی شد حالا میتونین. حالا بستگی داره به همت شما دوستان که اگر یا ما رو وبسایت که میبینید یا روی یوتیوب که میبینید کلیک کنید، احیانا اگه چیزی هم میخواین از اونجا بخرید. ما از خریدش هیچ سودی نمیبریم. ضمناً روی مردم تیوی اگه بذارید اینو بگم، این آقای رابین ویلیام یک کمدین خیلی خوبی بود که این بیچاره دیپرس شد و خودکشی کرد و این نوشته که
سیاست مداران هم باید مانند راننده های ماشین مسابقه که روی ماشینشون مینویسه پپسی، مینویسه روغن موتور اسو، مینویسه نمیدونم پمپ بنزین فلان، مینویسه فلان نوشابه و اینا باید رو کت شلوارشون بنویسن که بهشون کی پول داده. به نظر من فکر جالبیه. دوستانی که فیسبوک بلدید، شما این منظور پک رو میفهمین یعنی چی؟ پک یعنی سیخونک زدن به کسی. من صبح که میام میبینم میگه فلانی پک شده، پکت کرده، شما پکش کن. من نمیدونم خب یعنی چی. مثلا آقای سلیمانی که بنده خدا نشسته داره کامپیوتر نگاه میکنه، من از اینجا پکش کنم که چی؟ آقای سم که نشسته داره کامپیوترشو میخونه، پک کنم که چی؟ این چیزهای بی خودیه که واقعا فیسبوک گذاشته، خودشم نمیدونه به کجا میره. این رو گذاشتم که شما دیدن کنید از تلویزیون مردم و ببینید که تلویزیون مردم در یک صفحه همه چی رو به شما نشون میده. احتیاج به صفحات about و نمیدونم کانتکت و اینا نیست. شماره تلفن رو همینجا میبینید، ایمیل آدرس رو میبینید، اسم تلویزیون مردم رو به فارسی میبینید، به انگلیسی میبینید و لینکش رو هم میبینید. و اما یه دوستی هم گفتم اگر میخواین به فکر راه اندازی یک پورتال خبری هستید، یکی از مشکلات این دوستان اینه که اول میان سازمان درست میکنن ولی بعد ندارن نه رادیویی نه تلویزیونی نه پورتال خبری. و بعد یه دوستی هم همین آقای فرهنگ حمید بود، گفت آقا خب چرا کسی باید بیاد اینو از شما بخره؟ گفتیم آقا برای که این اسم استبلیش شده، مردم ریپورت دات کام از سال 2009 تا حالا و اینجوریه، مثل همون یه چلو کبابی که اجاق و اینا رو داره، حالا طرف صاحبش یا مرده یا بازنشسته شده، شما دیگه لازم نیست همه چی رو چیز کنی. در صورت اگه کسی خواست، ما حوصله توضیح دادن نداریم. و این نوشته هم اینجا خیلی قشنگ شوخیه، میگه که اگه شما ازدواج کنین هر روزتون تبدیل میشه به روز عشاق. بعد میگه که اگه با رایت پرسون ازدواج کنین، میگه اگه با رانگ پرسون اشتباه چیز کنید هر روزتون میشه جهنم. بعد میگه که با یک آدم تنبل اگه ازدواج کنید هر روزتون میشه روز کارگر، باید کار کنید. البته این نمیدونه Every day is labor day. Labor day اتفاقا کارگرها کار نمی کنن و میان بیرون دور هم جمع میشن و تعطیلات. میگه که با یک آدم پولدار اگه ازدواج کنید هر روزتون میشه روز سال نو و کریسمس و اینها. میگه اگه با یک آدم جان نیفتاده ایمچور نابالغی، نه بالغ از لحاظ جنسی و جسمی، ازدواج کنید هر روزتون میشه مثل روز بچه ها. و اگر با یک آدمی که کلک میزنه و دروغ میگه مثل ترامپ ازدواج کنید، چیدر اند لایر ازدواج کنید، هر روزتون میشه اپریل فول. اپریل فول همون 13 به در خودمونه که بعض وقتا دروغای 13 هم به هم میگفتن. و میگه اگر ازدواج نکنید هر روزتون میشه ایندیپندنس دی. ایندیپندنس دی یعنی روز استقلال و مستقل میمونید. ما به کسی نه پیشنهاد میکنیم ازدواج کنه، نه پیشنهاد میکنیم ازدواج نکنه. این یک امر خصوصی و شخصی است. و اما میگه که ساعت 3:56 سربی باید خداحافظی کنه و برنامه ها رو لود کنید، با دوستانتونم شیر کنید، در میون بذارید. شما هم میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید با هر نظری، با هر مرامی، فکری میتونید بیان نظرات خودتون رو بگید و ما هم این حق رو برای خودمون رزرو میکنیم که درباره نظرات شما همون جوری که میبینید دوستمون میاد نظر میده. بله، آقای نیساری میگن حضور جمهوری اسلامی را باید با زور پاسخ داد وگرنه تا ابد اسیر این آدمکشان میمانیم. آقا قبول، سر چیزی که قبول داریم که دیگه نباید بحث کنیم. چه جوری شما با اون آقای آبتین چه جوری میخواین زورتونو؟ اون آقای فولادونگ و ما اسلحه ها رو گذاشتیم تو نمد، گذاشتیم زیر درخت، خودش هم غیب شده. آخه این چه جوری؟ آمریکایی‌ها همش دارن، میگه آقا از اینجا بریم اسکی، برام میگه خب دن وات، بعدش میگه خب اسکی بازی کنیم، میگه خب اسکیت کو، این تیوبی که بیاری بندازیم اینا کو، ایناش مشکله. و دوستان متاسفانه ناراحت میشن، تحمل سوال، اونم سوال منطقی ندارن. آقا من عقلم مثل شماها نیست، نمیفهمم.
اشکالی که نداره که بچه هامون نبه هامون خیلی چیزها رو متوجه نیستن میپرسن، خیلی چیزها رو دو بار سه بار میپرسن، شما که بیشتر از من میدونید توضیح بدید. آقا اینا حتی شما اگه باور دارید فلسطینی ها اومدن انقلاب کردن، خب یه کسی رو داشتن فرستادن، خودشون نیومدن، اول فلسطینی ها رو فرستادن انقلاب کردن و خودشون تشریف آوردن با هواپیمای ایرفرنس. شما میدونی چرا این آخوندهای بلد چموش هواپیمای ایرفرنس رو آوردن؟ مگه ایران ایر نمیرفت فرانسه؟ هیچ وقت فکر کردین چرا؟ برای که دولت ایران که نمیمد هواپیمای ایرفرنس رو بزنه، همه همه میگفتن آقا میزدیش نمیدونم فلان. اونا اونجوری فکر میکنن، اون وقت ما نشستیم اینجوری فکر میکنن. روز روزگارتون خوش، آخر هفته خوبی داشته باشین، سیف و سلامت و شاد و خوشحال باشین، به امید دیدارتون در روزهای بهتر و آیندهی روشندتر. روز روزگار بر شما خوش.